همه حریفان برای من قابل احترام هستن و به نظر من همشون خطرناک هستن و من هم برای اونها خطرناک هستم. خب امیر پور حسن خب الگوی اخلاق و الگوی فن میشه دو تا کاراکتر، میشه دو تا شخصیت. خب به نظر من همه کاراتکارا با اخلاقن چون کاراته رو انتخاب کردن، اما به نظر من کاراتکارای ژاپنی خیلی بیشتر اخلاق و رعایت میکنن و احترام، و از لحاظ فنی هم به نظر من رافائل قایف هم زیبا کمیته میزنه، هم فنی و هم باهوش. من کل هنرهای رزمی رو دوست دارم چون هنر رزمی یه هنریه که هر کسی نمیتونه به اون ورود کنه. ولی خب ادامه شو بگو. ولی به نظر من کاراته کاملترین ورزش رزمیه. اول اینکه من دوست دارم زندگی کنم و کاراته جزی از زندگی منه، اما جدا از کاراته اگه کاراته تمرین نکنم ولی هر روز باید ورزش کنم، شاید هفته یک روز ورزش نکنم، اما اگه همیشه خوب باشم، آسیب نداشته باشم، کار نداشته باشم، هر روز ورزش میکنم، روزی یک تایم یا دو تایم، ولی ورزش کردن جزء زندگی منه و عاشق ورزشم حتی در مسافرت. گفتم من میخوام زندگی کنم، زندگی کردن یعنی سینما رفتن، در کنار خانواده بودن، کنار دوستان بودن، مسافرت رفتن و اینکه همه اینا یعنی زندگی. و فقط نمیخوام که فقط تو باشگاه باشم یا فقط تو خونه. باشگاه هر روز دوست دارم برم باشگاه 2 ساعت 3 ساعت، ما بقیشم برم بیرون، خرید، زندگی کنار خانواده، با دوستان، سینما، پارک، تا همه جا، جاهایی که معنای زندگی رو میده. بله من دو تا مدرک تحصیل دارم، یکی نقشه کشی و طراحی صنعتی و یکی هم فوق لیسانس مدیریت ورزشی. سخت تمرین کردن در کنار تمرکز و داشتن هدف در مسیر درست. سخت تمرین کردن با داشتن تمرکز و داشتن هدف برای آینده در مسیر درست. تمرکز، هدف در مسیر درست با سخت تمرین کردن. خیلی ممنون. دوغیان.